سلام دوستان وقتتون بخیر باشه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته یک گزارش رو خدمت شما ارائه دادم و تاکید کردیم برای اینکه مفصل تر درباره اون گزارش میخوایم برنامه ای رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدیم خب در روزهای گذشته چالشی تحت عنوان گرانی و یک کلافگی عجیب و غریب از این دست رو در جامعه خودمون شاهدش بودیم کلافگی که انقدر زیاد بود که حتی این بحث یارانه ده برابری دولت و حرف این شکلی هم نتونست از ذهن مردم هست

بحث گرایی رو گوشه زنتون داشته باشید دوباره مفصل درباره اون برنامه خواهیم ساخت و صحبت خواهیم کرد نکته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم برمیگرده به پیامهایی که دوستان من در خارج از کشور در حدود دو ماه گذشته برای من فرستادن پیامهایی که اگر در یوتیوب عضو بوده باشه حتما دیدین پیام هایی که داره اشاره میکنه به یک سری اتفاقات عجیب و غریب در جهان غرب اتفاقاتی از جنس قحطی که متاثر هست از اتفاقی که بین اوکراین و روسیه رخ رو داده گزارشی رو یک پایگاه خبری آمریکایی بایی به نام بیزینس انسایدر منتشر کرده که امیدوارم اسمش رو درست برای شما خونده باشم این گزارش اشاره کرده به اتفاقاتی که متأثر از این جنگ در کشورهای آمریکا، انگلستان، اندونزی، آلمان، هلند و هند رخ داده ببین دقیقا منطبق بر اون چیزی که مخاطبین ما و رفقای ما از خارج از کشور برای شما منعکس میکردن در قالب کامنت و حتی بعضا من در دایرکت های اینستاگرام میدیدم عزیزانی رو که ایجاد میکردن طرف میگه این چیزی که میگن راسته این اتفاقا داره می افته اونجا بله منطبق بر حقیقت دوست دارم از روی متن گزارش این رسانه برای شما بخونم ابتدا اشاره کرده به اینکه جنگی بین روسیه و اوکراین رخ داده دو کشوری که در صادرات برخی محصولات کشاورزی در دنیا نقش موثری دارن بعد گفته که این جنگ باعث شده که قفسه ها در اسپانیا و هند و برخی دیگر از نقاط دنیا از جمله انگلستان خالی بشه بعد اشاره کرده به تعداد بطری های روغنی که داره توسط شهروندان خریداری میشه بعد ابراز نگرانی کرده از بازار روغنهای پخت و پز میخوام برم بخشش رو از این متن شما بخونم فقط یه چیز داخل پنتز بگم یه نکته برای اینها عجیبه و اون هم این هست که قیمت روغن پخت و پز سریعتر از غلات و لبنیات و گوشت و شکر و امثال اینها افزایش پیدا کرده بریم بخشی از گزارش رو ببینیم اول به آمریکا اشاره کرده گفته که چیزی که آمریکایی ها پیش کردن این هست که حداقل تا 12 الی 18 ماه آینده آمریکا درگیر این قضیه خواهد بود بعد اشاره کرده به اینکه قیمت ها از 8.5 تا 11 درصد در حوزه روغن افزایش داشته بعد اشاره کرده به اتفاقاتی که در انگلیس رخ داده نوشته که فروشگاه ها و فسفود های عرضه محصولات سخاری در انگلیس قیمت ها رو افزایش دادن قبل از حمله روسی به اوکراین هزینه ها به طور پیوسته در حال افزایش بود اما این جنگ باعث شد که روغن پخت و پز یک ماده اصلی برای سخاری فروشی ها افزایش قیمت یافته و نایاب شود بعد اومده اشاره کرده به رئیس فدراسیون ملی ماهی سرخکن ها در انگلستان گفته که بر اساس اس انحصار ازرهای این فرد هزینه خرید روغن آفتابگردان در حدود 50 درصد در سه هفته افزایش پیدا کرده بعد افزایش قیمت ماهی رو 200 درصد گفته و گفته که مردم از جمله مغازه‌دارها انتظار افزایش مدام قیمتها و محدود شدن عرضه کالاها رو می‌کشن. در نهایت گفته که بعد از حمله روسیه به اوکراین قیمت روغنی که همین فرد همین رئیس فدراسیون ملی ماهی سرخپون های انگلستان برای فروشگاه خودش میخریده از سی پوند به 44 پوند رسیده و در ادامه گزارش اشاره کرده به اتفاقاتی که در اندونزی داره میفته دوستان اگر من به افراد اشاره میکنم به خاطر این هست که رم میدانی یعنی این میدانی نوشته شده و من دارم به این شکلت من رو میدم که توی اندونزی یکی از اتفاقاتی که رخ داده این بودی که یکی از مقاماتشون رئیس جمهور سابق اندونزی در مصاحبه که داشته این سوال کرده. که چرا آشپزهای خانگی نمیتوانند غذا را رو به روش های دیگری به جز سرخ کردن تفخ و تهیه کنند یعنی دارن جامعه رو دعوت میکنن به اینکه شما بیاید به جای سرخ کردن غذا برید به این سمت که آپز کنید بعد توضیح داده میگه این اتفاق در اندونزی در حالی داره میفته که اندونزی خودش کننده روغنه بعد میگه وحشت ناشی از کمبود روغن باعث شده که این کشور صادرات رو متوقف کنه و توزیع این کالا در داخل کشور خودش رو شروع کنه بعد میگه با وجود اینکه اینها بر روی فروش این کالا به مردم خودشون تمرکز کردن صفهایی در این کشور به راه افتاده که این صفها تا کنون منجر به کشته شدن دو نفر شده است بعد اومده مثال زده گفته یکی از اینها یک زن خانهدار بوده که 41 یک سال سنش بوده و در حالی که بیش از یک ساعت زیر نور و آفتاب منتظر خریدن و روغن بوده قش کرده و او را در آمبولانس به بیمارستان انت انتقال دادن که جان خدا از, از دست است به اشاره کرده به یک نفر دیگه که 49 سال سنش بوده و گفته که این سه تا سوپرمارکت مختلف رو برای خرید روغن پخت و پز پشت سر گذاشته و اصطلاحا گشته و همین مشکل برای این فرد هم پیش میاد در بیمارستان بستری میشه و بعد از دو روز جان خوش رو از دست داده دوست دارم بخشی از این گزارش رو برای شما از این متن بخونم گفته که رئیس جمهور سابق اندونزی در یکی از مصاحبه های خود از مردم پرسیده که آیا خانم ها فقط غذای خود را هر روز سرخ میکنن آیا راهی برای آپز یا بخارپز کردن یا دیگر روش های غذا وجود ندارد من یه چیزی رو داخل پرانتز به شما بگم ببین وقتی اشاره میکنه به افزایش قیمت ها در مثلا ایران آمریکا، پاکستان، آلمان و دیگر کشورها من خیلی تعجب میکنم ولی اندونزی همیشه اگر یادتون باشه یه دعوای خیلی اساسی توی دولت روحانی بود که توی اون دعوا تاکید می‌کردن برای اینکه ما از این کشور داریم روغن وارد میکنیم حالا یه سری تشکیک های پیرامون واردات هست یعنی میخوام بگم که از جمله صادر های مطرح روغنه که به کشور خود ما هم صادرات داشته بعد الان این کشور با همچین چالش عجیب روبرو شده این از این جهت برای من خیلی عجیب و قابل بری انامش رو با همدیگه بررسی بکنیم. این گزارش که خصوص آلمان ارائه داده در خوش خیلی قابل تعمل تره میگه توی آلمان رستوران ها به این جنبندی رسیدن که باید یک تأمین کننده رو جایگزین روغن بکنن بعد میگه اونا برای اینکه بتونن مشکل روغن خوراکی رو حلش بکنن روی این برنامه‌ریزی کردن که از پی گوشت گاو یا چربی گوشت گاو که طعم گوشت رو هم میده برای سرخ کردن سیب استفاده بکنن اسم این چربی بدن گاو و گوست بسیار چیه؟ ما یه اسم خاصی براشتیم درسته؟ بعد الان خیلی همون به طور مرسوم اینو استفاده نمی کنیم بعد یه سریامون هم میونه خوبی اصلا ما این قضیه ندیم میگه توی آلمان به این جمع بندی این که اینو وجای جایگزین میکنن بعد میگه جایگزینم کردن ولی این باعث شده که گیاهخوارها اونجا صداشون در میاد به آ این مثلا چیزی که داری استفاده میکنی برای تبخ سیب زمینی این برای حیوانات و این برایمون ناخوشاینده ما با این قضیه مشکل داریم ادامش رو بخونیم این خیلی جالبه میگه که سخنگوی رستوران های زنجیره مکدونالد به این اشاره کرده که این شرکت میزان روغن آفتابگردان را که در ترکیب روغنی که برای سرخ کردن استفاده می کنند، کاهش خواهد داد و در ادامه سخنگوی مکدونالد تضمین داده به مشتری خودشون گفته که خیالتون راحت باشه ما سیب زمین سرخ کرده با همون کیفیت قبلی به شما ارائه میدیم ولی این تغییراتی که مجبور هستیم توی نوع روغنی که به کار میبریم به وجود بیاریم در نهایت این گزارش در خصوص آلمان به این جمله اشاره کرده که در آلمان بطری های روغن آفتابگردان هفته هاست که در سوپرمارکت های این کشور تمام و نایاب شده و در نهایت گفته که این کشور یک میلیون هکتار زمین زیر کشت برای دانه های روغنی داره اما با این وجود همچنان مشکل روغن در این کشور وجود داره در ادامه اشاره کرده به هلند گفته هلند بزرگترین وارد کننده روغن آفتابگردان از اوکراین بوده دوستان یه جمله در خصوص اوکراین گفت که من در ابتدای گزارشم نمیدونم واقعا این جمله رو میشه تایید کرد یا نه کسایی که اشراف دارن به مسئله باید بگن گفته اوکراین و روسیه روی هم رفته دو سومه آفتابگردان خودشون رو دارن به دنیا صادر میکنن بعد میگه که هلند از جمله کشورهایی است که 600 میلیون دلار در سال داره هزینه میکنه برای واردات روغن آفتابگردان میگه الان مشاغل مثل اسنک بارها و کافه های هلندی و امثال اینها برای تهیه سیب زمینی سرخ و تنقلات سرخ شده با مشکل روبرو شدن بعد در پاسخ به اینکه چرا این اتفاق افتاده گفته از آنجایی که روغن آفتابگردان از اوکراین میآید تهیه آن دشوار است و اگر بتوانید آن را به دست آورید بسیار گران است و در نهایت اشاره کرده به وضعیت کشور هند دوست دارم از اومت به شما بخونم نوشته که در هند قیمت بالای روغن خوراکی همه شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد و خانواده های کم درآمد بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. آنها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اقلام ضروری به ویژه روغن خوراکی می که قیمت آنها 50 تا 70 درصد بالاتر از زمان پیش از همه‌گیری کووید 19 افزایش یافته است بعد در نهایت یک گزارش میدانی هم ارائه داده از مصاحبه‌ای که با یک زن ساکن بنبیی گرفته میگه این فرد گفته که وقتی هشدار کمول روغن را در یک گروه واتساپی که عضو آن است دیده او دو برابر روغن معمول ماهیانه خود را از بازار خرید کرده است این داستان مثل که گریبانگیر همه دنیا هست یعنی یه چیزی در یک جایی میبینن در شبکه اجتماعی بعد بر اساس اون بازار خودشون رو به سمت قحطی هدایت میکنن بعد هند و هلند و آلمان و اینها هم نداره همه دنیا ظاهران درگیر این قضیه شده و اشاره کرده گفته توی هندوستان اون وضعیتی که مردم رو درگیر کرده این هست که خانواده های فقیرتر مجبور شدن روغن بیکیفیت بخرن من یه چیز عجیب غریبی درباره انگلستان شنیدم که شاید برای شما جالب باشه اومده به این اشاره کرده که توی انگلستان یکی از کارهایی که دارن انجام میدن این هست که امکان استفاده مجدد از روغنهای خوراکی رو با استفاده از دستگاههایی دارن فراهم میکنن یعنی انقدر اوزشون ریخته بعد میگه توی همون روغن‌هایی هم که الان برای سرخ کردن استفاده می‌کنن بعضیشون دارن از دستگاه های استفاده می کنن ها هایی استفاده می‌کنن که اینها حالا نمی‌دونم اصطلاحاً کاتالیزورهایی داره که این روغن رو هنگام سرخ کردن تمیز می‌کنه یعنی سعی می‌کنن چند بار از روغن استفاده بکنن که اینجا از اون دستگاه و از این کاتالیزور برای تمیز کردنش استفاده می‌کنن این گزارشی است که دوستشم در خصوص وضعیت روغن در کشورهای جهان خدمت شما بدم در خصوص آلمان که خیلی جدیه اگر کامنتی که دوستان من از آلمان من هم رفقای افغانستانی من هم رفقای ایرانی من رو در یوتیوب بخونید متوجه این قضیه میشید یه نکته رو میخوام یادآوری بکنم دوستان عزیز این مسئله که دارم خدمت شما عرض میکنم ابدا ربطی به گرانی ایران چون میدونم الان یه سری از دوستان این رو حتما به خودشون میگن یعنی میگن این حتما یک ویدیویی هست و یک محتوایی هست که این آماده کرد ارائه بده برای اینکه بگه آقا همه دنیا این شکلی ابدا منظور من این نیست بحث گرانی کلافگی و ناراحتی که در داخل ایران داریم سر جای خودش من دارم اشاره میکنم به یک دورنمایی که پیش روی جهان ما هست و الان غرب به شکل ویژتری درگیر شده حالا از هند و اندونزی هم مثال زیم ولی غرب به شکل ویژتری درگیر شده و اون هم قحتی هست که برای آینده پیش روی دنیا نه متاثر از جنگ اوکراین متاثر از بحران کرونا و متاثر از دنیایی که بعد از این بحرانه از کرونا در اومده وارد جنگ اوکراین شده باهاش روبرو خواهد شد ادامهش نمیدم فکر میکنم که تا همینجا کافیه اگر شما نکتهی داشتین حتما به این ویدیو اضافه بکنید و اگر موفق باشین صرفا چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از دوستان در پیام خودش نوشته که سلام آقای تحلیلگر کاملا درسته این در پاسخ به اون ویدیوی مربوط به عادل فردوسی گفته نمیشه آقای تحلیلگر کاملا درسته من متولده خارج از کشور هستم ولی هر جا رفتم اصلا نمیشه آن کشور رو به جای ایران گذاشت کشور مادری جایگزین ندارد این رو رفیق عزیزم آقای جعفری برای من پرستاده بسیار ممنونم از پیامی که برای من ارسال کردین یکی از رفقا نوشته که تا وطن رو تک نکنی نمیفهمی وطن جایی که بهش تعلق داری تنها جای دنیا که تو قریب نیستی من انقدر دلتنگه وطن شدم بعد از 6 سال که وقتی وارد سفارت ایران شدم گریم گرفت دلم برای وطن تنگه مطمئنم که خیلی ها نمیفهمن من چی میگم آره من ببین با قطعیت میگم که خیلی ها نمیفهمن شما الان داری به چه چی چیزی اشاره میکنی یعنی شما تجربه ای رو داری که خیلی ها اینجا متوجهش نیستن و تازه دوست دارن تجربهش بکنن این خیلی نکته جالب تریه پیام بعدی رو ببینیم رفیق عزیز ما آی امیر از کشور هلند گفته که من دوازده ساله دارم هلند زندگی میکنم به میگم که یکی از بهترین جملاتی بود که عادل فردوسی یه جمله ای گفت من حقیقتش نشیمم تا جایی نمیدونم این جمله رو به اصطلاح خودم از خودش در آورد این جمله رو در لحظه به ذهنش رسید گفت ولی به این جمله فوق العاده بود که شما در خارج از کشور به هر نقطه ای که برسین اون قسمت تلخ ماجرا اینجا هست که در نهایت دیگری به حساب میایید من واقعا این جمله رو دوست داشتم بله جالبه که مرتجع دوستان من هم قرار گرفته و در کامنت بهش اشاره کردن بسیار ممنونم از پیامی که برای ما یک رفیق دیگر ما عزیز دل من آقای نامجو گفته که آقای تحلیلگر این بچه های که شما فیلم و عکساشون رو میذاری و میگن سلام فرمانده اینا اگر بزرگ بشن بفهمن اون زمان مسئولانی تو این کشور بودن که بچه هاشون در آلمان و انگلیس و کجا و کجا بودن یا رئیس مجلسشون از ترکیه سیسمونی میگرفته اینا چه حسی بهشون دست میده خیلی ممنونم از پیام شما دوست عزیز ما یک بازی زمانی رو در کشورمون گذروندیم که بچه های ما جوان های ما وسط میدون جنگ بودن بعد رئیس نفوذی دشمن بوده و مردم اینا رو میفهمیدن همون رفتاری رو این بچه ها انجام خواهند داد اگر درست حقایق رو بفهمند که رزمنده های ما در دوران جنگ انجام دادن اون موقع هیچ رزمنده ای نمیگه آقا من رئیس جمهورم نفوذی اوناه ولش کن برای کشور نمیجنگم نه حرفی که مردم این بود که گور پدر بنی اصلا به صدر چیکاره من وطن خودم دفاع میکنم از این بحران هم که عبور کنم بابای بنی صدرم در میارم با بنی صدرم کار دارم بجاش ولی پای وطن خودم هستم اگر درست بتونیم مسائل رو برای دیگران اولا بفهمیم و دوما توضیح بدیم فکر میکنم اون نکته که آنها دریافت خواهند کرد اینه که این کشور بدخواه زیاد داره نفوذی زیاد داره، خائن زیاد داره، آدم پست فرصت طلب نامرد زیاد داره، ولی من با وجود همه اینها پای پرچمم واسادم. خیلی مخلصم، ممنونم از پیامی که برای من فرستادی. الهی که دل تک تکتون شاد باشه، وقتتون بخیر.